بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی حاشیه نگار، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما، رادار پیش اخطار قدس. درست شنیدید، امروز میخوام راجع به رادار پیش اخطار قدس که در واقع نسخه ایرانی رادار وستوک روسیه صحبت کنم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو همراه من باشید و لایک، کامنت، سابسکرایب و اینجور کارا فراموش نشه. این رادار یه رادار پالس داپلر باند VHF با برد 500 کیلومتره که به عنوان یک عضو از سامانه S-125 یا همون سامسه نقش رادار پیش اخطار رو بر عهده داره. از اونجا که فعال نگه داشتن سامانه های پدافندی و به خصوص رادارهای فرکانس بالای هدایت آتش اونها برق و هزینه زیادی داره، وظیفه رادارهای پیش اخطار تشخیص زود هنگام هدف از فاصله بسیار دوره تا بقیه اجزای سامانه به سرعت برای مقابله آماده بشن. رادارهای پالس داپلر نسل قدیمی تر از رادارهای آرای فازی هستند که با بررسی زمان رفت و برگشت یک پالس از هدف و همینطور بررسی میزان جابجایی هدف در یک مدت مشخص یا همون بررسی اثر داپلر اون سرعت هدف رو تشخیص میده. باند VHF محدوده فرکانسی 30 مگاهرتز تا 300 مگاهرتز که به دلیل داشتن طول موج‌های بلند برد زیادی داره و همینطور ویژگی پنهانکاری رادار جنگنده‌هایی مثل F-35 در برابر این نوع بی تأثیره. به طور مثال همین رادار قابلیت کشف یک جنگنده بمب‌افکن پنهانکار F-177 رو از فاصله 350 کیلومتری داره و در جنگ سال 1999 یوگسلاوی سامانه سامسه که متعلق به پدافند سربستان بود موفق شد یک F-117 آمریکایی رو منهدم کنه. حالا میشه به اهمیت وجود چنین رادارهایی با وجود جنگنده های پنهانکار دشمن پی برد. ایران بعد از اینکه به این رادار دست پیدا کرد اون رو مهندسی معکوس کرد و رادار قدس رو تولید کرد. این رادار با برد 500 کیلومتر پوشش کامل و مناسبی رو حتی در برابر هواگردهای پنهانکار تأمین میکرد و همینطور امکان تشخیص حمله دشمن از فاصله دور رو ممکن کرد. رادارهای مشابه دیگه‌ای هم هستند، مثل رادار مطلع الفجر 3 که نسخه ایرانی و ارتقا یافته رادار P-18 که قابلیت تشخیص ارتفاع، جهت و سرعت هدف و همینطور مقاومت بالایی به جنگ الکترونیک داره که این رادار به دلیل استفاده از فناوری قدیمی تر سرعت جمع شدن و جابجایی پایین تری داره که در رادار قدس این ایراد هم برطرف شده و به این دلیل فرماندهان ایرانی از رادار قدس به عنوان یک راهکنشی یا همون تاکتیکی یاد می کنند. اما داشتن چنین رادارهایی چقدر روی عملکرد شبکه یک پارچه پدافند تأثیر میذاره؟ شبکه یک پارچه پدافندی نیروی پدافند هوایی ارتش چند سالیه که فعال شده و با کمک سامانه برهان فعالیت میکنه. این سامانه باعث میشه که هماهنگی بین تمام سامانه‌های پدافندی موجود در کشور کامل بشه و اگر یک رادار یک هدف رو کشف کنه به تمام واحدهای پدافندی حاضر در محل گزارش بده. به طور مثال در یک وضعیت شبیه سازی شده یک رادار قدس که یک هدف رو کشف کرده به سرعت اطلاعات اون رو به مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا ارسال میکنه. در این شرایط باقی سامانه های پدافندی مثل 15 خرداد که اون هدف رو تشخیص دادن و وارد برد درگیری اونها شده اگر با همدیگه هماهنگ نباشن بهش شلیک و موقعیت هر دوی اونها لو میره و هر دو در خطر سرکوب توسط موشک‌های ضد رادار دشمن قرار می‌گیرند. در این حالت قرارگاه مرکزی جلوی شلیک خودسر اونها رو می‌گیره و دستور شلیک رو به یک سامانه با برد درگیری بیشتر مثل باور 373 که 300 کیلومتر برد داره و در خطر نیست و رادارهای هدایت آتش نجم 802B، سامانه‌های 15 خرداد، موشک صیاد 4B، سامانه باور 373 رو به سمت هدف هدایت می‌کنند. اما اگه دشمن رادارهای برد بلند قدیر که 1100 کیلومتر برد دارن و ضعف اونها ثابت بودن هست رو سرکوب کنه، رادارهای تاکتیکی مثل قدس وظیفه دارن تا خلأ اونها رو پر کنن و با سرعت جابجایی بالا جلوی انهدام خودشونو بگیرن.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنونم که منو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستم و تا برنامه بعدی، یا علی مدد.